و رحمت الله و برکاته. در درس 14 جز 2 اللغة العربية لغير الناطقين بها قرار داریم. در این درس و به توفیق خداوند یکتا درباره فعل امر تمرکز میکنیم. البته در درس های گذشته گفتیم که فعل به 3 دسته تقسیم میشه: فعل ماضی، فعل مضارع و فعل امر. البته فعل ماضی و امر همیشه مبنی است، یعنی آخر حرف آن یک حالت را به خود میگیره و تغییر نمیخورد که به نام مبنی یاد میشه. و اما فعل مضارع در بین فعلها فعل معرب است، البته به شرط این که در آخر آن نون نسوه و توکید نباشد. پس درس ها را آغاز میکنیم. الدرس الرابع عشر، درس 14. در اینجا یک محاوره است بین استاد و شاگردا. در ابتدا مدرس یا معلم میگوید من بالبابی، در دروازه کیست؟ البته در اینجا شاگرد دروازه را دق الباب میکنه و شاگرد هم یک شاگرد نو است. شاگرد در جواب میگوید انا طالب جدید، ما یک شاگرد نو هستم. بعد از او استاد میگوید ادخل. ادخل چنانچه شما در اینجا میبینید کلمه ادخل فعل امر است و آخرش لام و لام ساکن است و همیشه فعل امر آخرش اگر فعل صحیح آخر باشه ساکن می باشه. ادخل مسمکه، داخل شو، نام چیست؟ شاگرد در جواب می گوید اسمی همایونو، نام ما همایون است. استاد می گوید همایونو همایون است. کیف تکتب هذا الاسم، چگونه این نام نوشته می کنی؟ اکتبه على هذه الورقه، این نام روی این ورق بنویس. البته اکتبه ای در اینجا هم فعل امر است، چنانچه در آخر میبینین که با ساکن است. شاگردان میگه یا استاذ هنا اقرب، در اینجا گژدم دیده میشه. استاذ میگه اقرب فی الفصل، آیا در صنف گژدم است؟ این هیا، گژدم کجاست؟ شاگردان میگه انظر هنا یا استاذ. کلمه انظر یعنی بیبی، فعل امر است و بالای را ساکن است. انظر هنا یا استاذ، اینجا ببینه ای استاذ. هی تحت مکتب هشام، ای در زیر میز هشام است. استاد میگه اقتلوها یا اخوانو، کلمه اقتلوها همچنان در ایجا فعل امر است و از ای که در آخرش ای از جمله افعال خمسه است، یفعلون تفعلون یفعلان تفعلان تفعلین. وقتی که امر بالای از اینا میآید آخرش یعنی نون آخر حذف میشه. اقتلو ها در ایجا واو آخر فعل است و ها ضمیر است که راجع به گژدم میشه. اقتلوها یا اخوانو. شاگردان میگه بمن اقتلها، ما به چی بکشیمش، یعنی گژدم به چی بکشیم. در ایجا معلم میگه اقتلها بحذائک یا حشامو، اقتلها یعنی بکشش ای حشام با کفشهایت. اقتلها در ایجا همچنان میبینیم که بالای لام که آخر حرف فعل است ساکن است. بحذائک یا حشامو، اماتت در ایجا
اماتت حمزه در ابتدا حمزه استفهام است، میگه معلم میگه آیا مرد؟ هشام در جواب میگه نعم ماتت. و در اینجا یک چیز دیگر را متوجه باشین که گژدم ماده است و ماده یعنی مؤنث و مؤنث در آخرش تای تانیس میه ماتت اماتت. و همچنان بما نقتلها در ایجا نگفتیم که بما نقتله بما نقتلها. بعد از اون میگه معلم میگه اجلسو، امر میکنه که بشینید. اجلسو یا ابنائی، بنشینید ای شاگردای ما یا ای فرزندان ما. در ایجا باز هم متوجه میشیم که در ایجا اجلسو فعل امر است و آخرش که نون است ای حذف شده، و در حالت که فعل امر باشه بنای از ای به حذف آخرش است. بعد از اون میگه اقرا الدرس یا علیو. اقرا همچنان در ایجا اقرا در آخرش باید ساکن باشه، اما بعد اما از ای که بعد از ساکن الف و لام آمده الف کسره میتیم به خاطر حرکت و به خاطر التقای ساکنین ایرا حرکت میتیم، میگیم که اقرا الدرس یا علیو. بعد از این علی به درس ها شروع میکنه، میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. در اینجا شما ببینین که اقرا همچنان در اینجا فعل امر است و در آخرش حمزه ساکن است، و همچنان در اول اقرا در اینجا الف نوشته شده اما بدون حمزه، به خاطر از اینکه تماما الف های فعل امر حمزه وصل است نه حمزه قطع. اگر حمزه قطع می بود بالاش حمزه نوشته می کردیم، مانند کلمه یا استازو، یا استازو حفظتو هذه صورتا، ای استاز ما این سوره را حفظ کردیم. ای صورت احفظو بعدها، کدام سوره را بعد از این حفظ کنم؟ معلم در جواب میگه احفظ صورت تینی، بعد از سوره اقرا سوره تین را حفظ کن. خذ دفترک هذا و اکتب فیه صورت العلقی، کتابچه‌ت بگیر و در آن سوره علق را بنویس. البته خذ در ایجا امر است که در اول آن الف نیامده و بعض افعال وجود داره که بدون الف است، مثل خذ و قم. یا ابا بکر انک نعسان اذهب الى الحمام واغسل وجهك. و همچنان در ایجا میبینیم که اذهب در آخرش ساکن است، و همچنان کلمه واغسل واغسل. اگر ما خواسته باشیم که حمزه وصل از حمزه قطع فرق کنیم و بدانیم که کدامش حمزه وصل است و کدامش حمزه قطع است، واو را قبل از حمزه نطق میکنیم، میگیم واغسل. اگر در ایجا الف نخوندیم معنای از این که این حمزه وصل است. واغسل وجهک. افتح النوافذ. و همچنان افتح ای فعل امر است و باید آخر ساکن باشه، اما از این که بعد از کلمه بعد از ساکن الف و لام آمده در ایجا میگیم افتح النوافذ یا عبدالله فإن الغرفة مظلمة والجو حار. بخاطر ای که ای عبدالله اتاق تاریک است و هوا گرم است. تمرین اول، اجب عن الاسئله الاتيه، به این سوالات جواب بگوین.
ما اسم الطالب الجديد؟ البته یک چیز میخوایم براتان در اینجا بگویم که بین ما و اسم، ببینین در اینجا الف آمده، در اینجا ما دو قسم همزه داریم، یکی همزه وصل است که ایچ اصلا تلفظ نمیشه، ما اسم الطالب، یا مثلا همزه قطع است، میگیم من این انت، در اینجا الف ما یا همزه را تلفظ کردیم، ما اسم الطالب، هرگاه الف تلفظ نکردیم او همزه وصل گفته میشه، اما اگر همزه را تلفظ کردیم او همزه قطع است، مانند این کانت الاقربو، من الذي قتلها، بما قتلها، ای سوره حفظ علی. ای تمارین خودتان با استفاده از قطعه حل کنید. تمرین دوم، قال المدرس لعلي اقتل الاقرب، معلم برای علی گفت که گجدم بکش، اقتل در اینجا آخرش ساکن میبینیم و در ابتدا اقتل الف بالاش زم است، که البته این قاعده داره و قاعده را ان شاء الله در تمرین سوم تطبیق میکنیم. قال المدرس لهشام افتح النوافذ، افتح النوافذ، کلکین ها را باز کن. مدرس برای همایون میگوید اذهب الى الحمام واغسل يدك، بعد از شویی برو و دست هایت بشور. در اینجا چنانچه میبینین که در فعل امر اقتل زم آمده و در کلمه یا در فعل افتح یا اذهب کسره آمده. معلم برای علی میگوید احفظ سوره النبأ، تأمل ابو بکر لابی بکر، این دو کلمه ابو بکر لابی بکر، در حالت اولی ابو بکر فاعل است یا مبتدا یعنی مرفوع است ابو، و در کلمه دوم لابی بکر در اینجا حرف جر داخل شده، و چنانچه در درسای گذشته گفتیم که اسماء خمسه که عبارت از ابوک، اخوک، حموک، فوک، ذومان، این رفعش با واو است مثل ابوک و اخوک، و نصبش به الف است اباک، اخاک، حماک، ذامان، و جرش به یا است ابی، اخی، حمی، و به می ترتیب. بعد تمرین سوم آغاز میکنیم، اقرأ ما یلی، جملات آتی رو بخونیم. فقره الف، انت تکتبو، تکتبو، ببینین که کاف در اینجا ساکن است، اگر حرف مضارع را یا علامه مضارع را حذف کنیم، کتبه در فعل مضارع ببینین که در اینجا ساکن است، اکتب، ما قبل از این زمه میه، زمانی که حرف اول ساکن بود اکتب، ادخل در اینجا مضمون میه، اخرج، اخرج من الفصل، یا بشیرو، اکتب، اکتب درسک یا علی، اسجد لله، انظر الى ذلك الجبل، انظر الى ذاك الجبل، اقتل هذه الحية يا عمي، ادخل يا حامد، اشكر ربك، اسكت يا ولد. شما ملاحظه بکنین که اول مضموم است و در آخر ببینین که فعل در مفرد همیشه ساکن می باشند. اکنس هذه الغرفه، در فقره با شما در اینجا ملاحظه کنین، انت تجلسو،
تجلسو. ببینین لام کسره دارن، اجلس، پس الف هم در اینجا مکسور میشه، الف امر، اجلس. انت تغسلو، تغسلو، اغسل. بعد از این مثال ها برای ما میتن، اجلس هنا یا بلالو، اغسل وجهک بالصابون، ارجع بعد ساعت انزل من السیارت یا اخی، ارجع بعد ساعت انزل من السیارت یا اخی. هرگاه حرف دوم فعل، فعل مضارع مکسور بود، الف امر هم مکسور میه، و هرگاه حرف دوم فعل مضارع مذموم بود، الف امر هم مذموم میه، مثل انظر، ادخل، اسکت، و در کسره مثل اغسل، اجلس، ارجع، انزل، اضرب بعصاك الحجر. خداوند تعالی برای موسی علیه السلام امر کرد اضرب بعصاك الحجر. در فقره جیم میبینیم که انت تذهبو، تذهبو، اذهب. در ایجا حرف دوم فعل مضارع در ایجا مفتوح است، تفتحو، تفتحو، افتح. و به می ترتیب مثال های میرن، افتح کتابك یا ابراهیم، احفظ درسك، اقرأ هذا الدرس، اذهب الى المسجد، اركب دراجتك، العب مع اختك يا اسماعيل، اشرب ماء باردا، اين مكتب البريد يا اخي، انا لا ادري، اسأل ذاك الرجل، انا رجل غريب، ارفع رأسك، ارفع صوتك. قال الله تعالى في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال الله تعالى لموسى عليه السلام اذهب إلى فرعون، وعمشنان قفتا اذهب أنت وأخوك. بعد ازی مثال هایی که الف در اوجا ساقط شده، الف امر، مانند انت تأکلو، امرش میشه کل، انت تأخذو، خذ، قم، و به این ترتیب کلمات داریم که اصلا علامه امر در ابتدای فعل موجود نیست. خلاصه از این درس ایست که، یا خلاصه از این تمرین، اگر حرف دوم مضموم بود، الف هم مضموم است، مانند اخرج، اکتب، انظر، اسجد، اقتل. و اگر حرف دوم مکسور بود، حرف یا الف امر در ایجا هم مکسور میه، مانند اجلس، اغسل، انزل، ارجع، و به این ترتیب. و اما اگر حرف دوم مفتوح بود، مانند اذهب، افتح، احفظ، اذهب، اركب، العب، ای همچنان الفش مکسور میه. یعنی به معنای ازی که الف امر یا مضموم است یا مکسور. اگر حرف دوم فعل مضموم بود، مضموم میه، و در غیر از او همیشه مکسور میه. تمرین چهارم، صيغ الامر من الافعال الاتيه. از این صيغه ها شما امر بسازین، قتل، يقتل، اقتل، ذهب، يذهب، اذهب، جلس، يجلس، اجلس، فهم، يفهم، افهم، حفظ، يحفظ، احفظ، سجد، يسجد، اسجد، ركع، يركع، اركع، شكر، يشكر، اشكر، طبخ، يطبخ، اطبخ،
سمع يسمع اسمع رفع يرفع ارفع درس يدرس ادرس علم يعلم اعلم شرب يشرب اشرب حلق يحلق احلق كسر يكسر اكسر غسل يغسل اغسل فتح يفتح افتح قطع يقطع اقطع جمع يجمع اجمع عبد يعبد اعبد نزل ينزل انزل عرف يعرف اعرف اكل ياكل كل فعل يفعل افعل ضرب يضرب اضرب كتب يكتب اكتب سأل يسأل اسأل منع يمنع امنع ضحك يضحك اضحك ركب يركب اركب أخذ يأخذ خذ. در اینجا میگه همزه الامر همزه وصل. همزه امر همزه وصل است، چنانچه در ابتدا برایتان گفتیم که نطق نمیشه. فلا تكتب فوقها او تحتها علامه الهمزه. شما این در آخر ببینید این علامه همزه است که نه در بالای آن و نه در پایین آن همزه نوشته میشه، یعنی همزه نه در بالای آن و نه در پایین آن نوشته می شود. تمرین پنجم، اکتب درس، اقرا القرآن، اشرب القهوه، العب الآن. شما در اینجا متوجه شوین که در اینجا اکتب درس به خاطر التقاء ساکنین در اینجا بار کسره دادیم. نمیشه که بگویم اکتب الدرس، اکتب الدرس، اقرأ القرآن، اشرب القهوة، العب الآن، اکتب یا حامد اکتب. اما زمانی که آخرش دیگه کلمه نبود میگیم یا حامد اکتب. اجلس ادخل وجلس. افهم قال لی ابی افهم. تمرین ششم، اقرأ ما یلی مرائیا قواعد نطق همزة الوصل و قواعد نطق الحرف الساکن عندما یلیه ال. در ایجا شما همزه وصل مرات میکنین، یعنی همزه را نطق نمیکنین، و همچنان اگر بعد از ساکن یعنی حرف اخیر امر ساکن است، بعد از او الف لام آمد، هم ای را مراعات میکنین. کل و شرب، کل و شرب، در ایجا همزه را تلفظ نکردیم. اقرأ الدرس، در ایجا همزه را کسره دادیم. وفهمه، در ایجا وفهمه، در ایجا مثل که واو امرای فی یک جا خوانده باشیم، هیچ الف یا همزه را تلفظ نکردیم. اقرأ و اکتب. اخرج والعب. اذهب الآن، اذهب الآن، وارجع بعد ثلث ساعة. وارجع الف در ایجا تلفظ نکردیم. اذهب الآن، بار در ایجا کسر داریم. افتح المذیاء، حارة کسر داریم. واسمع، واسمع الاخبار. خذ هذه الحقيبة وافتحها. اذهب إلى المدير، اذهب إلى المدير واسأله. خذ الكوب واغسله. قال الله تعالى ليحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب، خذ الكتاب بقوة. در ایجا نمیگیم که خذ الکتاب، خذ الکتاب، بخاطر ازی که بعد از ساکن
الف لام ما. وقال تعالى لآدم عليه السلام: وقلنا يا آدم اسكن، اسكن أنت وزوجك الجنة. در إيجا شما ملاحظة كنين كي در إيجا ألف تلفظ نكردين، وبعد از نون ساكن همزه قط آمد و نون ساكن ساختين. تمرين هفتم: اقرأ ما يلي يا حامد اذهب. شما ببینین که حامد مفرد است، پس همیشه در امر مفرد یعنی فعل امر مفرد آخرش ساکن می باشه، لیکن یک شرط داره که مفرد صحیح باشه و در آخر آن یا حروف علت نباشه. اما اگر حروف علت باشه، باز حرف علت از بین میره، مثل کلمه ارمی. اگر این امر کنیم که بگویم ارمی ازی، یاش از بین رفت. اقلی اقلی یا علی، یاش در اینجا از بین میره. یا اخوانو اذهبو، اصل کلمه اذهبو یذهبون است، یذهبون. اما وقتی که امر میکنیم در اینجا نون از بین میره. علامه بنای فعل امر اینمیست که نونها از بین میره. اذهبو یا آمنتو، اذهبی در ایجا اصلش چی بود؟ اذهبینا یا یذهبینا. یا اخواتو اذهبنا، یک. یا ایها الطلابو ادخلوا الفصل واجلسوا واكتبوا الدرس. در ایجا ادخلوا اصلش ادخلون است، اجلسوا یجلسون است، اکتبوا اصلش یکتبون است. اما در امر این اونها از بین میره، ادخلوا اجلسوا اکتبوا. اخرجی یا بنتو والعبی مختکی. در اینجا اصل کلمه تخرجین است، اما وقتی که امر میکنیم میگیم اخرجی، نونش از بین میره. تلعبین، العبی، نونش از بین رفت. کلو و اشربو، اصلش یأکلون و یشربون است، اما اینا وقتی که به امر تبدیل میکنیم کلو و اشربو میشن. اشربنا، اصلش یشربن است، وقتی که به امر تبدیل میشه اشربنا القهوة یا اشربنا القهوة یا اخواتی. تعالی یا آمنت وافتحی النوافذ. تفتحین در ایجا وقتی که به امر تبدیل میشه افتحی، نونش از بین میره. اغسلوا وجوهکم، یغسلون، اما در امر اغسلوا وجوهکم و ایدیکم. العبوا بعد الدرس، اصلش یلعبون بعد الدرس. العبوا وقتی که امر کردیم در ایجا نون از بین میره. خذی کتابکی یا سعادو، در ایجا الف وجود نداره، خذ. و کل اصلا الف امر وجود نداره. قال الله تعالى في سورة البقرة: يا ايها الناس اعبدوا ربكم، اصلش يعبدون، اما وقتی که امر شد در ایجا نون از بین رفت. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. و همچنان خداوند تعالى در سوره حج می فرماید: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. إنا همش أفعال خمسة كأصلش يركعون يسجدون يعبدون يفعلون، أما وقتك بأمر تبديل شد نونهاي هذه از بين رفت. تمرين هشتم: ضعف الفراغ فيما يلي،
فعل امر مناسبا. در این فراغات شما فعل امر مناسب بگذارید. اقرأي القرآن يا مريم يا أولاد كلوا الخبز واشربوا القهوة اخرج من الفصل يا موسى اغسلنا وجوهكن وأيديكن بالصابون احلق رأسك بالموسى اقتل هذه الأقرب يا أبي. قال خالد لزميله زكريا ما معنى هذه الكلمة؟ قال زكريا أنا لا أدري اسأل المدرسة. اقطع اللحم بذاك السكين الحاد يا خديجة اكتب اسمك على دفترك يا عبد الرحمن. قالت المدرسة للطالبات اذهبن الآن إلى المكتبة واقرأن الصحف والمجلات ثم ادخلن إلى الفصل بعد نصف ساعة. يا عمار منديلك وسخ جدا فاغسله. تأمل ما يلي. أقسام الفعل ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو ذهب يذهب اذهب. چنانچه در درس‌های گذشته گفتیم که افعال به سه دسته تقسیم میشه: ماضی یعنی گذشته، مضارع یعنی آینده، امر حال. مانند ذهب رفت، یذهب می رود، اذهب برو. کلمات جدید: اقرب گشدم، جمع اقارب، حذا کفش، جمع احذیه، جنه بهشت، جمعش جنات، نعسان خوابالود، مؤنث آن نعسا، کوب گلاس، جمع آن اکواب، صوت آواز، جمع آن اصوات، ید دست، جمعش ایدی ایدن یا الایدی، زوج جفت، هم برای مذکر و هم برای مؤنث، مذیا رادیو، جو جو، غریب بیگانه، جمعش غربا، موسا پاکی، مظلم تاریک، کنسا یکنسو جاروب کرد، جاروب میکند، نظر ینظرو دید میبیند، سکت یسکتو خاموش شد، خاموش میشود، جمع یجمعو گرد آورد، گرد میآورد، طبخ یطبخو پزید میپزد، قطع یقطعو قطع کرد، قطع میکند، حلق یحلقو تراش کرد، تراش میکند، عبد یعبدو عبادت کرد، عبادت میکند، علم یعلمو دانست، میداند، منع یمنعو منع کرد، منع می کند، عاذ یعوذ پناه خواست، پناه می خواهد. ای بود درس چهاردهم از جزء دوم اللغة العربية لغیر الناطقین بها.